باشه. خدا به سلامت بادم. خدا به همراه. راضیه؟ بیا دیگه. اومدم بابا، اومدم. چه خبره؟ چه مگه سر آوردی؟ امتحان دیگه. بیا. چند روزه تو فکری خانم نویسنده. نگران مادرمم. کی باید کار کنم؟ بالاخره هر کی یه قسمتی داره ستاره. قسمت اونم این زندگیه. چرا؟ فرمون با بالا شهری ها چیه؟ هرچی سختی و بدبختی مال ماست. خدا داری میگی بالا شهری ها؟ تو به ما چه که این پایین شهری؟ چیزی رو هم نمیشه عوض کرد ستاره، مگر اینکه آقا عاشق و عروسی ها گیره بگیره سرت ها جدیم میگم، فکر کن یه خونه داشته باشی پر از وسیله اینو هر روز صبح باشی برقشون بندازی. والا به خدا به جای اینکه بری کارگاه و ریسندگی و نخو رازیه، یعنی تو آرزوات در همین حده؟ خب مگه چه اشکالی داره؟ این کارا رو یه کلفت هم میتونه انجام بده. نه بس، نکنه تو منتظر یه اسب سفید و شاهزاده و دختر جون بهتر از هاشم میره سراغ یکی بهتر از من و تو. بریم بیا. امان از دست این جوونه ها با این مطور که به جون خودشو میاره. آه سلام دخترای خوب. سلام. سلام. چی شد امروز دیر اومدی؟ امتحان داشتید. آه امتحان داشتید. خوبه خوبه. خب ببینم حالا شاگرد ممتاز میشید که؟ من که نه، ولی خب
ستاره چرا؟ اشتباه نکنی، دست برای آینده هر دوتاتون. آخرش که چی؟ اگه تو ندونی ستاره میدونی، درس خیلی مهم. حالا بهت به کارتون برسی تا بعدم با تون حرف بزنم. محمود. بله بابا. بیا این سویچه بزن اینا. آماده ای؟ آره بزن. کارتون برسید. سلام مامان. سلام مادر جون. حالت چطوره؟ ممنون. آخ مرم از پا درد. خسته شدی یا؟ چایی که داری؟ بله تازه دمه. اینا چیه؟ لباسای بچه سیمینه. بمیرم الهی. نتونستم برم بهش سر بذارم بچه همون. چقدر شدن اینا؟ از مغازه آقایزا اقساط برداشتم. بشین چایی برات بیارم. دست درد. حالا کوتاهی نینی به دنیا بیاد. ستاره مادر چرا برقارم؟ الان چرا هم گرسوز رو میارم؟ ستاره این روز زهرا خانم منو کشید کنار راجبه هاشم حرفایی میزد. که چی؟ خب معلومه دیگه، همه محل میدونه که دو سال عاشقته. چیکار کنم حالا؟ میگم مادر جون تو که دیگه داره درس تموم میشه، اگه اجازه بدی بگم بیا. ماما من میخوام درسم رو ادامه بدم. خب بسته دیگه، دختر تا جوونه تر تازه است باید بره دنبال زندگیش، یه مدت که بگذره دیگه خواهون نداره. ولکن مامان تو رو خدا این حرفا رو خواهون نداره. اگه اون خواهان به خاطر تر و تازگی منو بخواد میخوام 100 سال خواهان نداشته باشم. من میخوام برم دانشگاه درس بخونم، میخوام زندگی رو عوض کنم. مامان نمیخوام تو هر شب از درد انقدر پاهاتو ماساژ بدی. ببین دختر جون بیرو در واسی، من مادرم کارگری میکرد، خودم از بچگی کارگری کردم، تو داری کارگری میکنی، بچه تو هم باید کارگری کنی. نه مامان بچه من دیگه کارگری نمیکنه.
بیل کنی حرفا رو. من میرم شامو بیارم. بابات هم مثل تو بلند پروازی میکرد، اینقدر این شاخ اون شاخ کرد که حتی یه حقوق بازنشستگی هم بسید. مگه نمیگن آدم به هرچی که بخواد میرسه؟ مامان منم نمیخوام اینجوری زندگی کنم، واسه خودم هزار تا بد. مادر جون شربت تو بخوری خود حالت جا بیاد. دست در نکنه. خب تازه چه خبر؟ سلامتی. راستشو بخوای دیشب خوابت دیدم مامان، خیلی نگرانت شدم، گفتم امروز هر جوری شده بیام ببینمت. خوبی؟ ای خدا رو شکر بد نیستم. به جون خودت چند وقتی میخوام بیام بهتون یه تک با سر بزنم، نشد. چرا بچه ها رو نیوردی مادر جون؟ دلم براشون یه ذره شده. مرجان که مدرسه است، علیرغم احمد با خودش برده سر کار، گفتم امروز تا کسی خونه نیست بیام ببینمت. قلبت چطوره مادر؟ قلبم هم میزنه هنوز. ببینم بارداری برات مشکل ایجاد نکرده؟ نه خدا رو شکر. طلعت خانم مهمون دارین؟ وقت نداریم و یه کمی دست به جنبونید. سیمین جون الهی دردت به جونم بیاد. مادر با صداره صحبت کن، بگو هاشم به سر خوبیه، مرد زندگیه، تو راستش کن، از تو حرف شنویی داره. مامان هاشم پسر خوبیه، ولی ستاره میگه میخوام درس بخونم، چون سیمین چرا نمیذاری؟ برای آیندهش خیلی نگرانم، من معلوم نیست تا کی بتونم کار بکنم، ما که مرد نداریم، نوناور رو پشتیبان نداریم. مادر جون سر نماز دعاش کردم، گفتم انشالله که زندگیش ختمه به خیر بشه. مادر جون نهست کردم روز اول ما رمزو شل زرد بپزن ایشالله. وای چته ماما؟ با این دلم همینطور آشوبه، همینطور دلم کنده است. نگران نباش ماما. نگران چی هستی؟ من باش صحبت میکنم. قول میدی به این؟ آره مادر. قربونه برم دست درده. حتما حتما. بله بابا. یکی بینم بله بابا. اونجا برای چی رفتی تو؟ من چی کارم دوتا دارم؟ با چه حرفی با اونا داری؟ من کاری باشو ندارم که. آقای محمود آقا تمام اینا که اینجا هستن باید به چشم خواهری به که نگاه کنیم. حالی چو؟ یه نمیدن بره قاطی اونا. این هی میگه کاری نداشت، گوش به حرف من بگه. همونجا دیگه شورشو در آورده، بکرده چون باباش صاحب اینجاست، هر غلطی که دلش میخواد میتونه بکنه. خب یه چیزی بهش بگو، اصلا به خود آقا رجب بگو. میخوای از کار بیکاره میکنه؟ اصلا ولش کن. از آقا هاشم چه خبر؟ عروسی افتادیم یا نه؟ نه میخوام برم دانشگاه. اومده میای بریم ببینیمش؟ خب خب میتونم درست کنم. آه
تو هم که همش ساز مخالف بزن. به نظر من تو بی خودی امیدواری. البته کلن آدم با اراده ای هستی. ولی آخه قربونت برم، کی داستان زندگی من رو تو رو میخونه؟ به به رازیه خانم، بیا بریم رازیه. کسی با تو حرفی نداره. با تو هم کسی حرفی نداره. بیش کن. ببین خودش زبون داره. فکر نکن پسر مشرجبی نمیتونم به چیزی بگم. دارم میگم کسی با تو حرفی نداره، نمیفهمی؟ فرمایش. اینقدر دیر به دیر میای؟ کجا بودی؟ کجا بودم دیگه؟ مدرسه. خیلی دوست دارم یه کاری بکنم که مامان مجبور نباشه تا این موقع وایست سر کارو کار کنه، ولی نمیدونم باید چی کار کنم، واقعا نمیدونم. مرجان اتاق خاله رو به هم نریزی مامان. تو که هر کاری دستت برمیماده انجام دادی قربونت برم، حالا دیگه وقتش که به فکر خودت باشی. لباس عروس و جهاز و ول کن سیمین. مامان بهت گفته بیا اینا رو بهم بگی؟ هر کاری وقتی داره. این چه قانونیه که شما واسه خودتون ساختین که هر دختری تا دیپلم گرفت بعد ازدواج کنه؟ من زیر بارش نمیرم گلم. این قانون اسمش زندگیه، به این آسونی هم نمیتونی ازش فرار کنی. ببینم تو هنوز مینویسی؟ آره من عاشق نوشتن بودم، یادش بخیر. ولی مشکلات زندگی اینقدر زیاد شد که وقت سرخاروندنم نداشتم، چه برسه به نوشتن. ولی تو میتونی، چون تو با اراده ای. تا زندگیت راضی هستی؟ من عاشق بچه هامم، زندگیمو دوست دارم، راضیم. فقط بعضی وقت دلم برای آرزوام تنگ میشه. من خودم رو یادم رفته. با خودم گفتم این دو تا بچه رو از آب و گل در بیارم، شروع کنم به نوشتن. که این سومی هم از را رسید. ستاره من مامان رو راضی میکنم، تو آرزوی جفتمون رو برآورده کن. قربونت برم. مادرم و بزرگترا بله.
ماما قربونت برم. چی شده؟ الان لباس سفید باید تن تو باشه. حالا دیر نمیشه مامانم، وقت هست. اصلا بل کن این حرفا رو، سیمین نیومد؟ مادر جون، بچه‌م پا به ماست، فکر نمی کنم بتونه بیا. بیا بریم. Oh, my God.
گاوه حسن چه جوره، نشیر داره نشیردون، شیرشو بردن هندستون، هندستونم خراب شد. اه بچه ها، خاله ستاره اومد. اه خاله ستاره سلام، خوشگله یا خاله، کی اومدی؟ خاله کی اومد خونم که از خونمون دیگه ندی؟ فعلا که شما ها اینجا این، بعدن یه روزم من میام. خاله تو قرار مامان ما بشی؟ کم چه حرفی زدی؟ آخه بابا گفت. شما که غریبه نیستین، اون سیمین خدا بیامرزم اول دخترم اون بود بعد زنم. والا برای ستاره هم چیزی کم نمیذارم. زنمو خدا رو خوش نمیاد، اون دوتا بچه صغیرن، نگهداری میخوان. زنمو من اگه بیرا میگم بزن تو دهنم. والا من فقط به فکر این دوتا بچه هم. خلاف شهرم که نمیخوام بکنم، ناسلامتی ما قومخیشیم، فامیل گوش و پوست هم دیگر بخوره استخونه همو دور نمیندازه. ستاره جون اومدی؟ عزیزم بیا بشین. اینا بچه های خواهرت هم گناه دارن، ما نمیخوایم غریبه بیاد بالا سرشون. یعنی چه؟ مگه ما حرف نابجایی میزنیم؟ ستاره خانوم، معرفت آدم ها اینجور جاها معلوم میشه. سلام.
چرا فکر میکنی من سیمین و بچه‌هاشو یادم رفته؟ بیا بابا، این حقوق سه ماه عقب افتادته. حالا اگر یه وقت به پولم احتیاج داری به هم بگو. ممنون. ببخشید، این چند وقتم خیلی دیر و زود می اومدم. خوب فکرتو کردی بابا، یعنی دیگه نمیخوای برگردی؟ کلاسای دانشگاه شروع شده، دیگه نمیرسم بیام. من موفقیتت از خدا آرزو میکنم و امیدوارم که موفق بشی. البته تو اینجا بودی، امتحان خودت پس دادی، ولی مواظب خودت خیلی باش. زمان گرگه، مواظب گرگا باش. ممنون. به امید خدا. خیر پیش دو. شاعر قرن هشتم که از دو شیوه غزل عرفانی و عاشقانه سبک واحد و جدیدی رو به وجود آوردند. بله، درس امروزمون هم در مورد همین شاعر بزرگ هست، حافظ، شاعر قرن هشتم، به شرط اینکه آقای آریان هم اجازه بدن ما درس رو شروع کنیم. جناب آریان؟ خواهش میکنم استاد، بفرمایید. بسیار خوب. همونطور که عرض کردم، این شاعر بزرگ بعد از اینکه شعر تغزلی رو طلعت خانم، با اجازه دون من برم دیگه، دارو آدونم اینجا، ستاره جونم اومد. خدا حافظت. خدا. سلام زهرا خانم. سلام، خوبی؟ کجا بودی؟ یکم مادرت حالش خوب نبود، آوردیمش خونه. چه شده؟ مالی قلبشه، یکم باید استراحت کنه. فکر نکنم بتونه حالا حالا بیا سری کار. خیلی مراقبش باش. کاری چیزی داشتی به من بگه. خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا. مامان. مامان. چه قربونت برم، چت شده؟ درد قلبم بازی در آورد. بریم دکتر. رفته میگه سرعت مطلق، نفس یه جای گرم در میاد. کجا بودی؟ دانشگاه. تو رو خدا اینجوری نگام نکن. ببینم توی این جمع کسی از در مورد سبک اشعار سپهری اطلاعاتی داشته باشه؟ شما خانم؟ سهراب
از شاعرهای نیمایی بود که یه دید تازه‌ای نسبت به پدیده‌های هستی و مفاهیم مربوط به زندگی داشت و در واقع تونست اون مرزهای فراواقعی یا همون سورئال رو در اشعارش به تصویر بکشه. حالش چطوره؟ بیقراره بچه‌هاست. این خانواده عموی تو هم نمیخوان دست از این مسخره بازیشون بردارن؟ نمیدونم. از دانشگاه برام بگو. خوبه، فعلا که دارم میرم. اگه مشکلات بذارم. تو دختر با اراده ای هستی. با این پافشاری که تو داری حتما به آرزوات میرسی. اما آرزوی من پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهاییست که خبر میارند از گل وا شده دورترین بوته خاک. روی شنها هم نقشهای سم اسبان سواران ظریفیست که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است. زود باش آقا جان. سلام خاله. بریم. میگه اگه تن به ازدواجی با من نده نمیذارم بچه ها رو ببینیم. این گناه، این گناه، نوای دست گنم، ای خود بچه های سیمینم، مادر مادر. ولی پلاتینشو باید عوض کنیم. بله، مگه نگفتی ما با هم فامیلیم؟ مگه نگفتی قوم مخیشیم؟ اینه رسم قوم مخیشی؟ چرا تنو بدن اون پیر زن بدبخت رو میلرزونی؟ مگه زنموی تو نیست؟ تو که حرف حساب تو کته دمیره برای چی میپرسی؟ علی دست و پرمانشم بازم. اصلا تو از جون ما چی میخوای؟ به مامانم چی گفتی؟ گفتم این دوتا بچه نگهداری میخوان. خب مادرم هست، ازشون مواظبت میکنه. مادر میخوان. اونا مادر نمیخوان، تو زن میخوای. گوش کن ستاره خانم، اگه اون بچه ها برای شما عزیزن، اگه دوستشون داریم، باید بدبختی هاشون مال شما هم باشه. واسه من کاری نداره برم دسته دختر بگیرم بیارم تو خونم. خب همینو بگو. ببین، چیزی که تو این مرز زیاده دختر دمبخت که منت من میکشن، اما من نمیخوام غریبه بیاد بالا سرشون. گناه دارم. تو اگه دلت واسه اینا میسوخ، اگه به فکرشون بودی، از دیدن مادر بزرگشون محرومشون نمیکردی. تو دردت چیز دیگه است. گفتم که حرف حساب تو کتت نمیره. شما نداریم با ناله سودا کنین. دانشگاه رفتن چیه تو اینا گیر بگیر؟ من به فکر تو هم هستم. لازم نکرده تو به فکر من باشی. پس برو به همون دانشگاه، تو خرتی بازی یاد برس. معلوم نیست مش دختر پسر جمع شدین اونجا چه غلطی میکنی. حرف آخرم هم گوش کن، دیگه حق نداری اون دوتا بچه رو ببینی. تو بچه های خواهرتو فروختی به درس دانشگاه، برو ببینم چه غلطی میکنی. علی پس چی کار میکنی؟ تسمشو موسا عوض کردم. یه باره نمیخواد. ای ماما، چرا از جات بلند شدی؟ آخه تو کجا رفتی مادر؟ بریم تو. چی شد؟ برات میگم، بیا بریم تو. من با این قلب مریضم، شما چرا به من اینجوری میکنی؟ چقدر بیاد بگم از جات بلند نشو. خب بگو رفتی پیش احمد چی شد؟ چی گفت؟ اون داره از موقعیتی که پیش اومده سوء استفاده میکنه. حق نداره، باید بیاد به دست و پات بیفته، معذرت خواهی کنه. یه وقت نری التماسش کنی. آخه من که نمیتونم دور از بچه هم باشم.
اونا بوی بچه‌مو میدن، بوی سیمینمو میدن. مگه من میتونم؟ به خدا برام از هر چیزی سخت‌تره مامان، ولی تحمل حرف زورم ندارم، نمیتونم. بیا بشین بشین. خدایا خدایا چه بدبختی ما رو گرفتی. انقدر هرس نخور، منم کلش داغ بوده، یه چیزی گفته. ستاره، احمد چی میگفت؟ احمد میگفت محیط دانشگاه. محیط دانشگاه چی مامان؟ حرفی بی خود زده. اگه احمد عقلش از اونو که دماغش جلوتر رو نمیبینه، اون مشکل خودشه. اصلا چرا به حرفای اون گوش میدی؟ اصلا من چی خواستم؟ این همه آدم دارن میرن دانشگاه، حالا واسه من گناهه؟ خواستم برم درس بخونم واسه خودم آدم بشم. آخه چرا فکر میکنی من اون دوتا بچه رو فدای خودم کردم؟ گریه نکن، خودتو ناراحت نکن عزیزم. من یه قربونت برم، بیبریم تو، بیبریم گلم. کیست؟ شما برو تو، من در باز میکنم. برو در باز، برو مادر. چه سلامی، چه علیکی خواهر من. چهار ماه رو دیاره کرایه دقب افتاده، اصلا فکرش نمی کنی؟ منم رو این کرایه دارم حساب میکنم، منم به مردم دارم قول میدم. شما که نمیتونستی کرایه بدی، خواب بگو تا منم بدم به یکی دیگه این خونه را. ببخشید مادرم مریض بود، این هفته حتما براتون میارم. خب اگه مریضه مشکل خواهی دونه، خب برش بیمارستان، ببرش مریض خونه، ببرش پیش دکتر. مشکل خواهی دونه، نه مشکل من کرایه ها میخوام. شما بفرمایین، این هفته حتما براتون میارم. ببین خواهر من یه هفته دیگه وقت بهت میدم، اگه دادی دادی، ندادی اساست وسط خیابونه. متوجه شدی؟ چشم خداحافظ. خب همینطور که در متن ملاحظه میکنید، بحث امروزمون در مورد زبان فارسی در خارج از ایران هست. اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، پادشاهان ایران به نامهای ناصرالدین سبکتکین و فرزندش یمین الدوله محمود دست به پیشرفتهایی زدند و از جانب ولایت سند به فتوحاتی رسیدند. درسته خانم مشرقی؟ بله استاد. میگم درسته؟ ببخشید حواسم نبود. واقعا متاسفم که مشتاق ترین دانشجوی من حواسش به درس نیست. ادامه بحث. و در عهد این دو پادشاه،
نباشین، من راجع به آگهیتون تماس گرفتم. لیسانس میخواین؟ نه من هنوز دانشجوام. من در مورد آگهیتون زنگ زدم. بله بله همون. تمام وقت؟ نه خانم، من نصف روز دانشگاه هستم. الو سلام، من در مورد آگهیتون تماس گرفتم. استخدام کردی؟ سلام، من درباره آگهیتون تماس گرفتم. بله معرف؟ معرفم کجا بود؟ الو سلام، من راجع به آگهیتون که به روزنامه دادین تماس گرفتم. بله بله کارمند نیمه وقت. چه ساعتی بیام؟ میرسم خدمتتون. متشکرم. نوشتید؟ بله نوشتم. منم دانشجوام. اکثرا تا 2:30 سر کلاس هستم. برای ساعت 3 تا 8 میتونم بیام. از فردا میتونید کارتون رو شروع کنید. بیشتر کار شما روی بایگانی متمرکزه. اسناد مردم فوق العاده مهمه. خیلی باید دقت کنید. قربون پسرم برم. خیلی خوش اومدی. ای ستاره اومد. سلام خاله. سلام خورم چکوینه. چطوری شما؟ سلام. سلام ستاره خانم، حالتون چطوره؟ خوش آمدی. خوبی تو؟ خوبی خاله؟ آره؟ چه خبر ستاره خانم؟ شنیدم دانشجو شدید. بله با اجازتون. خیلی وقته، داره یه سال میشه. ستاره زنمو پادرمیونی کردن، بزرگی کردن. لطف کردن. خواهش میکنم. طلعت جون، این پول قابل شما رو نداره. راستش احمد خیلی نگران حال شما بود. گفت با فوت سیمین کمر زنمو هم شکسته. راست میگه والا. الان مدت هاست میخوام یه روز از خونه بزنم بیرون، نتونستم. احمد گفت این پولو ببرید، بچه هارم ببرید تا ستاره و زنم و بچه ها رو ببینن. داداشم هیچی تو دلش نیست به خدا. اگه تندی کرده تو ببخش، دلش با توه، نیتش خیره. ما فامیلی مثلا، باید توی تنگی دست هم دیگر. پس چرا خودش نمیاد حرف بزنه؟ این دوتا تمپلیارم کرده بهونه؟ تو دیگه از حد گذروندی ستاره. این حرفا چیه میزنی؟ ما فقط میخوایم غریبه نیاد بالا سر این بچه ها. وگرنه بله، چیزی که زیاده دختر دمه بخت. آشناسی صحبت ها برام؟ عزیز من، احمد میخواد شما یه سایه بالا سر داشته باشید. بده؟ ممنون از لطفتون، ولی لازم نکرده. من بچه ها رو خیلی هم دوست دارم، ولی ببخشیدا زرم باباشون نمیتونم بشم. ستاره باشو بچه ها رو بردارید. این دختری هیچی نمیفهمید. چرا ببخشم؟ فقط خوش نشنیدم. اگر بشینم اونم میشنوم. بچه ها رو من رو ببینیم. بخوش ببینم. یواش در دقیقه دارم تا سر بچه خالی نکن. تو برو ادب یاد بگیر. بفهمی با بزرگتری چطور صحبت کنی؟ دانشگاه بچه ها پس بگو داری از چی هستی کنی؟ بس کنی خجالت بکش. زشته. بی بگی بشین. خب امروز
دلم میخواد در مورد سهراب بیشتر بگیم و بشنویم. اما قبل از اون یه نگاهی دارم به یکی از شعرهای قشنگ سپهری که خودم خیلی دوستش دارم. نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد. پس به سمت گل تنهایی می روی. شما نه خانم مشرفی. چرا استاد؟ شما 6 جلسه غیبت داشتی خانم؟ اصلا روت میشه بشین سر جلسه امتحان؟ واحد شما حذف. یعنی چی استاد؟ من همه این کتابو حفظم. بله منم میدونم. ولی قبل از درس خوندن باید یاد بگیری که به مقررات احترام بذاری. حالا شما بذارید من امتحانمو بدم. من بعداً براتون توضیح میدم. خواهش میکنم خانم مشرفی. وقتی کلاس نگیرید بفرمایید. بچه‌ها سریع‌تر. بفرمایید خانم مشرفی. بچه ها سریع. چرا؟ غیبت داشتم 6 جلسه. پس جوابشو خودت میدونی. ببینید خانم اعظمی، من چجوری بگم؟ خانم شما یه زنید، پس منو درک میکنید. خیلی مشکل دارم، مجبورم هم درس بخونم هم کار کنم. فاصله خونمونم تا دانشگاه خیلی دوره. رفتم یه سر به بچه ها بزنم، گفتم شاید احمد سواکم بکنه. با این پای چلاغم تا در خونه رفتم و برگشتم. ای وای، استاد چند تا دستم میتونیم برای کنیم؟ هر چند تا که تونستی. استاد تاریخش تا کیه؟ تا 28. قصه چطور میتونیم بیاریم؟ بله قصه هم میتونیم بیاریم. استاد جایزه هم داره؟ بله جایزه هم داره. استاد طنز هم میتونه باشه؟ طنز هم میتونه باشه. سلام. میبینم که اهل قلمی. تو این زمینه هر راهنمایی و مشاوره‌ای که خواسته باشی من دریغ نمی‌کنم. حتی مشاوره قبل از تحویل کار. رو من حساب کن. خانم مشرقی. خانم مشرقی سلام. سلام. یه چند دقیقه میتونم با تون صحبت کنم؟ ببخشید نه. خانم مشرقی من قصد مزاحمت ندارم، فقط میخواستم یعنی اگه اجازه بدید میخواستم با خانوادم بیام خدمتتون. خوشمزه واسه مامان گلم. شرمنده درست شدم بیسه آدم های از کار افتاده که هیچ کاری از دستم بر نمیاد. مامان دوباره
دوباره شروع نکنم. قربونت برم، من تو چیکار می‌خواستی بکنی واسه من که نکردی؟ مادر جون قربونت برم، پای چشات گود افتاده، روم سیاه، دستم خالی، نمیتونم کاری برات بکنم. قربون همین دستای خالیت برم من. بیا شاممونو بخور، ول کن این حرفا رو. الان ساعت لقمه خوشمزه میگیرم. خب پس بالاخره موفق شدی. سلام، به تبریک میگم. نسخه های نهایی تو بیار من مطالعه کنم. سلام، تا بتونم به جریان بندازمش. احتمالا بتونم با بودجه خود انتشارات برای چاپ کنم. خیلی ممنون استاد. راستی شخصیت واقعی داستانت خیلی بهت نزدیک بود. اصلا احساس میکردم خودتی. بله، چون این داستان زندگی خودم. درستان موفق باشی، برو سر کلاست، دیرت نشه. مگر اینجا صحنه آزمون و خطاست؟ یعنی چه که نمیدونم کجاست؟ مگر شما مسئول این بایگانی دفتر نیستید؟ بفرمایید خانم، بفرمایید به تصویر حساب. شما هم بفرمایید سر کارتون. سلام، من برای آگهیتون تماس گرفتم. بله، ساعت کاریتون از کیه؟ من تو دو دانشگاه هستم، اشکال نداره سه برسم؟ من مجردم. حتما متأهل میخواین؟ آها، خب ببخشید، نه نمیتونم بیام. خداحافظ. من ساعت 8 میتونم بیام. بله. آخه خانم قالوچی که کار ما نیست. من دست تنها. بله. باش اومدم. خداحافظ. خانم ببخشید. بله. میتونم یه سوال بپرسم؟ بفرمایید. شما کار میکنید؟ کار من به درد شما نمیخوره خانم. به جون خودت تا یک ماه دیگه پروازشون جا نداره، وگرنه ای بابا من که کشت مرده ترکیه نیستم که. اگه تو 8 بار از این من 80 بار رفتم، این حرفا نیست، بهت میگم جا نداره. خب نمیدونم، حالا میگی چه کار کنم؟ بابا میگم وقت نکردم. نشد، تقسیم این بهروزه. باریکلا دستمو بند کرد به این ویلا جدیده شما. تو هم بچه زرنگ هستی ها. نبا مگه بهت نگفتم؟ قبلان هم کار کردم. خب تو برو شیشه های در ورودی رو تمیز کن، منم باید برم بلا، پردا باید شسته بشه. باش. تمام کف پارکت، فقط باید بیای ویوش رو ببینی. وای نمیدونی چقدر های کلاسه. اصلا بیا یه کاری بکنیم، سفر ترکیه رو بیخیال شو. از من گفتن بود، میل خودته. باید اقعا ببینم. گفتم حالا تو ما بیلیتا میخواد در بیاد حوصله‌ات سر نره. مامان خانم، هر جور دوست داری. خداحافظ. مامان جانم. چیه مامان؟ این ماشین رو مسخره، دوباره بنزین تمام کرده، من رو تو راه گذاشت. سویچ ماشین خودتو بده. بده مامان سویچ. مگه پمپ بنزین اونجا نبود؟ خب مامان بنزین میزدی. وای مامان تو که میدونی من حوصله علاف شدن ندارم، تو صف بنزین وایستادنم 3 ساعت علافی داره. خیلی خوب باشه. بده دیگه. سویچ اونجا. بچه‌ها منتظرم. فقط شب زود بیا. باشه مامان. ببین بابات بیاد ناراحت میشه. باشه مامان. خیلی خوب. بسلام. بده دوباره اینجایی. برو آقا ببینم. ستاره. ستاره. یا کمک بده این پرده رو باز کنیم.
محمود بیا بریم دیگه. اومدم. سلام عزیزم، خوشحالی تو بابا دیگه شوهر کردی و ما رو یادت رفت. شرمنده تو رو خدا. من برم با اجازه سفره رو نمیذارم، شما بیا شام پیش ما بریم. دست شما درد نکنه. علی بده این به درد میخوره. پسر مطمئنی؟ بله خودم دیدمش، مطمئنم. ساعت چند بود؟ حلوشه 9:30 شب بود. یکی دوباره نه، چند بارم دیدمش، اکثر شب هم خیلی دیر میاد خونه. واقعا خسته نباشی. خوندم قلم تو خیلی دوست داشتم. درسته که داستان تو مسابقه شرکت نکرد، ولی حالا میتونی یه خبر خیلی خوب به مادرت بدی. با چاپ کتابت موافقت شد. واقعا؟ یه جمله خوب از من به یادگار داشته باش. افق نگاه آدم هر جا که باشه، مسیر زندگی آدم همون خط رو سیر میکنه. کار داری میکنی؟ برو بشین. بده به من. بده به من؟ بذار کارمو بکنم. نمیخواد. من امروز خودم همه کارم میکنم. آخه خانوم تا یک ساعت دیگه میاد. ما هنوز هیچ کاری نکردیم. شما بفرمایید بشینیم. خودم امروز همه کارا رو میکنم. چه خبر شده؟ امروز خیلی خوشحالی. کپکت خروس میخونه. آخه خبر نداری که. کتابم داره چاپ میشه. ای؟
باری کلا بفرم. به به چه چایی، این چایی خوردن داره. ستاره جون چرا همون کارگاهی که نزدیک خونتونه چه نمیره اونجا سر کار؟ تو برسم کارگاه شب شده، اونجام که تا ساعت 4 بیشتر باز نیست. ستاره جون حیف تو نیست اینجا کار میکنی؟ با این تحصیلاتت خسته نمیشی؟ خب تو که خبر نداری کبرا خانم، من چه بدبختی هایی کشیدم تا به همینجا شب رسیدم. الانم کوتا نمیام، بدتر از اینم سرم بیاد پا پس نمیکشم. میخوام زندگی خودم و مادرم رو تغییر بدم. مادرم 60 سالشه، 50 سالشو کار کرده، دیگه بستشه، الان میخوام فقط استراحت کنم. انشالله انشالله. سلام زهر ما آدم نیاز، یه بار دیگه زرت و پرت کنی دهنه تو کارگر میگه عوضی. شده مهمو باید سه نگاه میکنی؟ کی بود دیگه؟ کی بود؟ ماما سلام. سلام گلم، خسته نباشی. ممنون. خبرهای خوش. چه خبر؟ کتابم رفته برای چاپ، بالاخره به نتیجه رسید. راست میگی، خدا رو شکر. برات نصب کردم روز اول مارم زو شل زرد بپزم. برای من نصب کردی اومده فدات بشم. ممنون. خب بلا شو، قبل از هر چیزی بودیم بریم سراغ نصب. بفرمایید. سلام خانم عظمی، با من کاری داشتی؟ سلام، بیا تو داره بشین کاری. شنیدم دنبال کار میگشتی. بله، ولی پیدا کردم. یکی از استادای سابقم احتیاج به کمکی یه آدم مطمئن داره. چه کمکی؟ دستشون به درد نکنه. سرتون درد نکنه. خانم من کارم تمام شده، اگه اجازه میدین من برم. میتونی بری. برو به سلام. خدا حافظت. دختر جون کار من خیلی وقت گیره. ستاره جون از ساعت 3-4 به بعد میتونن در خدمتتون باشن. در ضمنشون قلم خیلی خوبی هم دارن. میتونین از ایدهاتون بهشون بگین تا براتون بنویسن. خیلی جامع و کامل مینویسن. و مطمئنم که آینده خیلی روشنی در انتظار ستاره است. قطعا نویسنده بزرگی میشه. در ضمن کتابش هم داره چاپ میشه. یه عالم فکر تو سرمه، ولی دستام دیگه توان نوشتن ندارم. از اون موقع که تصادف کردم شدم یه تیکه گوشت رو این تخت خواب. یه نفر آدم مطمئن میخواستم که داستانهای منو که همش تو اینجاست بیاره رو صفحه کاغذ بنویسه، پیشم بشینه، یه جفت دست که یارای نوشتن کنه. میخوام اگه کارم طول کشید پیشم بمونه، اگه شده تا صبح. اما خانم من یه مادر بیمار دارم، نمیتونم شبا اینجا بمونم. مسیر خونمونم به اینجا دوره، اطراف شهر زندگی میکنی. خب این مشکلم حل میکنی؟ یه سویت بالای سر منه، میتونی بیای با مادرت اینجا زندگی کنی. کرایه نمیخوام، حداقلش اینه که از تنهایی در میام.
کن جمال دختر خدا بیامرزد. شما بیاین بشینین، ثوابش میرسه به روح اون، حالا تا هر وقت که خواست. ولی باید به من قول بدی، دستاتو بدی به من. به ستاره ها نگاه کن که شب را شکستند، بی تو شب من شبی بی ستاره است. خورشید را ببین که غول تاریکی از مقابلش می گریزد، بی تو دنیای من آفتاب ندارد. چمنزار را بنگر با لاله ها و جویبار کوچکی که زمزمه کنان است. بی تو دنیای من از لاله و چمن و زمزمه خالی است. بی تو من هیچم نیستم. اگر میخواهی من بمانم، اگر میخواهی من نمیرم، هرگز نمیر مادر. ستاره جان، از روزگار خیلی سختی ها دیدم. خب دیگه روزگاره، چه میشه کرد؟ سلام علیکم. کارتون تموم نشد هنوز؟ چرا دیگه تموم شد؟ مادر جون مهمون داریم. خانم مدیر تشریف آوردن. وای پاک یادم رفته بود. بهش گفته بودم امروز برای افطار نزد داریم. قرار بود بیاد شما هم ببینم. خسته نباشین طلعت جان. شما هم با زبون روزه به زحمت افتادی. امسال برکت نذر شما باعث شد که هممون ثواب ببریم. شما بزرگوارید. اینم از حکمت خدا و عظمت این ماه بزرگه که ستاره باعث بشه ما بیایم اینجا و این محل بزرگ تو نظر کوچیک ما شریک باشه. بله همینطوره که میگیم. سین که خیلی سر چلوغه. مزاحم نشده باشی. خواهش میکنم تو خود شرمندم نکنیم. بفرمایید تو. نظری پزونه دیگه ها. دیگه. ما هم صحبمون آوردی. الان برات میاره. من میرم یه سر به استاد بزنم. بفرمایید. سلام. سلام. اینم سهم ما. ممنون. با اجازه. شرمندم زنم. خواهش میکنم خوش آمدی. زنده باش. بفرمایید. بفرمایید. بیا با.